یه هفته به روز جهانی زن و سالگرد بزرگترین راهپیمایی زنان ایرانی علیه حجاب اجباری در ایران. ما برای آزادی مردم نو لفم نو زوازو ده مختیخ کم لزوم نو زوالوت اوک لو بوال سان بوال پور نوتر لیبرته و پور سل دو پوپ استی خومه اینی کنتینیو هستی ما کی سوی این وره مزلمان جو کی خیمه رولیجیون ما هم میخواییم بتره کنیم ما که نه دختران خیابان انقلاب که واژه زن رو در قاموس جمهوری اسلامی ایران دگرگون کردن. 90% برنامه ما تو تبلت در مورد زنان بوده و خصوصا موضوع حجاب اجباری و اینکه چرا نباید تسلیم یک قانون بد شد و یا توی دام کسایی افتاد که 39 ساله میگن هیس الان وقتش نیست، یا گفتن حالا همه مشکلات حل شده مونده همین حجاب، یا اینکه گفتن ما مشکلات بزرگتر و مهمتری داریم، در حالی که برای خود جمهوری اسلامی ما یعنی زنان از همه چیز و همه موضوعات بزرگتر و مهمتر بودیم. از همون روز اول شکل گیری، قبل از اینکه به سفارت آمریکا حمله کنن، قبل از اینکه به توطئه‌های صهیونیستی حمله کنن، قبل از اینکه به استکبار جهانی حمله کنن، حمله اولو به ما کردن. یعنی اولین سنگری که فتح کردن سنگر زنان بود، به قوانین مربوط به زنان و به حق و حقوق زنان تجاوز کردن. فی الواقع جمهوری اسلامی ایران دشمن اصلی خودش رو آمریکا و اسرائیل و صهیونیست و صدام و استکبار جهانی نمیدونست، ما زنان رو دشمن میدید. او هم که یک زنیست. حالا میخواید بدونید زن در قاموس آقایون و قوانین جمهوری اسلامی یعنی چی؟ قانون ازدواج رو نگاه کنید. در کتاب قوانین مدنی ایران شرط ازدواج دختر با اجازه پدر ممکنه. حالا اگه پدر اراده کنه میتونه دختر 13 سالش رو وادار به ازدواج کنه. تازه اصلاحات گام به گام نتیجه داده. قبلا سن ازدواج دختر 9 سال به بالا بود. حالا قوانین بعد از ازدواج رو نگاه کنیم. حق ادامه تحصیل برای زن به محض اینکه ازدواج کنه در اختیار شوهر قرار میگیره. خدا رو شکر دیگه پدر گیر نمیده. حق شاغل شدن، قانون میگه مرد یعنی شوهر میتونه زن رو از کار گرفتن یعنی شغل انتخاب کردن محروم کنه. بر اساس قانون اگه زنی در شهر دیگه ای شاغل باشه، مرد میدونین چیکار میتونه بکنه؟ میتونه بره دادگاه اعلام کنه که همسرم تمکین نمیکنه و بعد اجازه ازدواج مجدد بگیره. چرا؟ چون تمکین نکرد. تمکین یعنی رابطه زن و شوهری. حالا همینو به دادگاه اعلام بکنه میتونه اجازه ازدواج مجدد بگیره. ما رکورد زدیم. حق گرفتن گذرنامه و سفر، یعنی زن یا باید از پدرش اجازه بگیره یا بعد از ازدواج از شوهرش که بتونه سفر کنه یا پاسپورت بگیره. اگه این دو مرد بزرگوار در خانه اجازه ندن، ورزشکار باشی، قهرمان تیم ملی هم باشی که عرق سرد نشسته روی پیشونیت. حق حضانت کودک کاملا فاجعه است تو قانون. سرپرستی کودک هم که اصلا بر اساس قانون مدنی ایران به هیچ وجه به مادر تعلق نمیگیره. حتی در صورتی که پدر فوت کنه یا نباشه تو اون کشور، میدونید چی میشه؟ سرپرستی به پدر شوهر تعلق میگیره. جلال شوهر. قوانین چند همسری رو بگو. بر اساس قانون مرد میتونه 4 تا زن عقدی و بی نهایت زن صیغه‌ای داشته باشه. ماشاءالله. حالا قانون کیفری چی میگه؟ بر اساس قانون اگر دختری 9 ساله جرمی رو مرتکب بشه، مثل بزرگسالا مجازات میشه. الحمدلله. میدونی یعنی چی؟ یعنی اگه دختری 9 ساله همون جرمی رو مرتکب بشه که پسر 14 ساله مرتکب شده، فرق میکنه. دختره اگه حکمش اعدام باشه، اعدامش میکنن. قوانین مربوط به دیه هم که معرف حضور همه هست دیگه. یه بیزه مرد صدمه اگه ببینه، دیهش برابر کل دیه یه زنه. واقعا الحمدلله. حق شهادت هم در دادگاه. بازم ما نصفه ایم. یعنی 2 تا زن باید شهادت بدن تا نظرشون اندازه یه مرد به تایید قاضی برسه. زن که قاضی و رئیس جمهور اصلا نمیتونه بشه. اینایی که گفتم قوانین مدنی و جزایی کشور ماست و همه این نقض حقوق از چه زمانی شروع میشه؟ اصلا 7 سالگی که مدرسه میری و بین تو و پسرها دیوار میکشن، یه مقنعه میچپونن رو کلت با کلی خط قرمز و محدودیت، میگن بیا اینم آیندت، ما مسائل مهمتری داریم در مورد اینی که رو کلت حرف نزن، در حالی که همه مسائل بزرگشون از همین افسار بستن زورکی و اجباری شروع شده. اینا هیچ کدوم در دوران طاغوت نبود، اینا در دوران جمهوری اسلامی به برکت انقلاب به وجود آمد. برای همینه که حالا یکی یکی دختران خیابان انقلاب از سکوها بالا میرن تا بگن این یه تکه پارچه مشکل ما نیست، مشکل ما تحقیر و سرکوب زن به نام قانون. در مورد عدالت ما عقب مونده هستیم، در این تردیدی نیست. این فیلمو میگیرم واسه مسیح علی نژاد عزیزم، اینجا بندر عباس، 11/11/96 چهارشنبه سفید. سلام مسیح جان، من و خواهرم الان اومدیم خرید با هم دیگه، دوتامون رو سریع اون اثرمون گذاشتیم پایین برای حمایت از دختران خیابون انقلاب. اینجا کرمانشاست برای حمایت از چهارشنبه‌های سفید و دخترانه. شالمو در آوردم، یه نیم ساعتی میشه که نیم ساعت بیشتر دبرامیم تو خیابون،
آره مسیح جان هیچکی به مو هیچی نگفته. سلام مسیح، اینجا کرج و این دوستم که دارید میبینیدش نه مواد مخدر مصرف کرده و نه جایی خط میگیره و همینطوری که میبینید حجابشو برداشته تا به همه بگه دختر انقلاب فقط یه نماد نیستن و تار و پود این جامعه رو تشکیل میدن. مسیح جان اینم به حمایت از دختران انقلاب برای برداشتن حجاب اجباری. سلام مسیح جان، من به عنوان یک زن ایرانی از تمام زنان ایرانی حمایت میکنم و مخالف حجاب اجباری هم. امید پیروزی. اومدیم به خیابون تا به این حجاب اجباری نبگیم و حق خودمون رو بعد از 40 سال بتونیم بگیریم. توی شهرهای کوچیکم ازتون حمایت میشه، خیلی هم زیاد، خیلی هم مشتاقیم به امید اون روز که شالای سفیدمون دستمون باشه نه روی سرمون. اینجا خیابون وزرا رو اسمت ما به حجاب اجباری اعتراض داریم و که خیابون وزرا رو با یونیسایکل بدون حجاب بریم. سلام، اینجا خیابون خاجوی تو اصفهان، ساعت 12 شب 19 بهمن. مادر من 62 سالشه و نماز و روزش هیچ وقت جا به جا نشده، مسجدش همیشه سر جاش بوده ولی الان حرف داره برای شما. مادر جان ببین، من این روسری رو به عنوان نشانه اعتراض به حجاب اجباری برای جوانان، نسل جوان ما قدیم روسری سرمون نبود، حالا اینا هم دیگه حجاب اجباری رو کنار بذارن. شب بخیر. اینایی که گفتم قوانین مدنی و جزایی کشور ماست و همه این نقض حقوق از چه زمانی شروع میشه؟ از سن 7 سالگی که مدرسه میری و بین تو و پسرها دیوار میکشن، یه مقنعه میچپونن رو کلت با کلی خط قرمز و محدودیت، میگن بیا اینم آیندت، ما مسائل مهمتری داریم در مورد اینی که رو کلت حرف نزن، در حالی که همه مسائل بزرگشون از همین افسار بستن زورکی و اجباری شروع شده. برای همینه که حالا یکی یکی دختران خیابان انقلاب از سکوها بالا میرن تا بگن این یه تکه پارچه مشکل ما نیست، مشکل ما تحقیر و سرکوب زن به نام قانون. و آخرین خبر از دختران خیابان انقلاب اینه که مریم شریعت مداری رو این شکلی از رو سکو انداختن پایین. البته قبلش ازش خواهش کرده بودن. و حالا مریم شریعت مداری تو زندان قرچک ورامینه، انگار که قتل کرده. میخواید بدونید دیگه کی توی زندانه؟ ایناش، ایشون، شابرک شجری زاده. اول اینکه این خانم شال سفیدش رو به چوب بست، کاملا مسالمت آمیز اعتراض کرد، بردنش توی وزرا، دوتا خانم افتادن به جونش حسابی کتکش زدن و بعدم منتقلش کردن قرچک. حالا برای اینکه بدونید کیا میرن توی زندان کافیه یکی از ویدیوهاشو با هم ببینیم. سلام، امروز چهارشنبه است، من دوباره سفید پوشیدم ولی خب مثل بقیه ایرانیا خیلی ناراحت هستم بابت مسئله زلزله و ناراحتی هموطنانم در غرب ایران. هممون میدونیم به خاطر اینکه جمهوری اسلامی خیلی کم لطفه به مناطق غربی کشور، اونجا خیلی مردم فقیر هستن و مناطق محرومی هستش، هوام سرده و الان مهمترین احتیاجشون به لوازم گرم هستش. یه همچین آدمایی رو زندانی کردن، بعد سعید طوسی آزاده و به این زنا انگ فساد زدن. شیما بابایی هم که یادتونه 3 هفته است که انداختنش تو زندان به جرم این که او هم مثل شاپرک بارها در ملای عام حجاب از سر برداشت و به حجاب اجباری اعتراض کرد، با این تفاوت که شیما همسرش رو هم همراه خودش داشت و بارها با داریوش به حجاب اجباری اعتراض کردن. نه فقط به این بلکه به نقض حقوق بشر اعتراض کردن. دوتا شهروند مسئول و صلح طلب. سلام عزیزان، یه خبر خوب بهتون بدم که از دیروز که فراخوان گذاشتیم تا الان کلی جنس به دستمون رسیده، از لوازم بهداشتی گرفته تا دارو و شیر و خشک و لباس و پتو و لوازم گرمایشی که قرار فردا هم کلی جنس دیگه به دستمون برسه، الان هم داریم با کمک شما جان بسته بندی میکنیم که بتونیم اینا رو هفته آینده شراب دست عزیزانمون برسونیم. شما جان دوستای عزیزم، خیلی ممنون از اینکه با ما اعتماد کردیم و وسایلتون رو پیش ما امانت گذاشتی تا به دست زلزله زده و برسونیم.
ما حتما این وسایل رو با خودمون به کرمانشاه میبریم و به دست خود خانواده های آسیب دیده میدیم، نه هیچ ارگان دیگه ای. و اینکه این کمک ها هر چقدر بیشتر باشه بهتره، چون حالا این عزیزان نیاز به کمک ماها دارن. فکر نکنید تو همین هفته 10 روز اوله. خیلی ممنونم ازت. این آدم ها زندان هستن، سعید مرتضوی آزاده. شما فکر میکنید با زندانی کردن زنان و مردان معترض به حجاب اجباری واقعا صدای اعتراض خاموش میشه؟ با هم ببینیم واکنش این هفته زنان و مردان رو به زندانی کردن دختران انقلاب و زنان و مردان چهارشنبه سفید. برای مهم نیستش که چه کسی از این پایگاه مقاومت میاد بیرون به من میگه چرا شادت سفیده یا چرا شادت از من سرت نیست. من میخوام بدونم شیما بابایی و همسرش کجان؟ چرا باید دستگیرشن؟ من میخوام صدای اونا باشم، حتی اگه قرار باشه من نفر بعدی باشم. از چیزی نمیترسم، ترس از توسری و روسری دارم. سلام مسی عزیز، امروز چهارشنبه است و منم مثل همه چهارشنبه دیگه سفید پوشیدم تا حمایت بکنم از حجاب اختیاری. یه سری از بچه‌ها میگن این حرفا رو نزن، بعضیام با فوشای رکیک جنسی حمله میکنن که این اصلا اسمش انتقاد کردن نیست. من حرف سیاسی نمیزنم، کار سیاسی نمیکنم، هیچ علاقه ای هم به سیاست ندارم. من کارم هنری بازیگر تئاترم و همین مسیر رو دارم ادامه میدم، اما نمیتونم به اون چیزی که در جامعه من در حال اتفاق افتادنه بی تفاوت باشم. هر کسی آزاد نظر شخصی خودش رو داشته باشه. خیلی عجیبه در مملکتی زندگی میکنم که مذهب رسمیش میگه لا اکراه فی الدین، اما یه عده‌ای هنوزم با دخالت در حریم خصوصی دیگران و زندگی شخصی افراد سعی دارن که دین رو اجباری بکنن. امیدوارم این فرهنگ اول در مردم نهادینه بشه، بعد از مسئولین تقاضا داشته باشیم که مثلا صدامونو بشنون. سلام مسی جان، انقدر توی همه این سالها توهین شنیدیم، این همه به حق حقوقمون نرسیدیم که الان تمام این خشمها از بانوان سرزمینم داره به این صورت خودشو نشون میده. تا چند روز پیش من هم شجاعتشو نداشتم، ولی الان راحت این کارو حتی در مقابل نیروی انتظامی هم انجام میدم.